همکیشان عزیز، اعضای محترم کنیسای نسخ، شلوم. وقتی ما اولین آیه تورا رو برشید برای لکیم، در آغاز خداوند آفرید، بر طبق عقاید اکثر علمای ما الوکیم یک صفت الوهیت که همه چیز را با قانونمندی آفرید. در حقیقت قوانین فیزیکی جهان ما قوانینی است جبری، یعنی دو طرف معادله یک فیزیک، یک طرف برابر با دیگری. یعنی اگر بخواهیم بیشتر این رو توضیحش بدیم، آیا من و شما سخنی که میگوییم و کارهایی که انجام میدهیم در طول زندگی، آنچه که برای ما اتفاق میافتد، خوب یا بد، موفقیت یا شکست، یا بیماری یا سلامتی، همه اینها جبری است یا ما هیچ به خاطر همین اعتقادی که هست ما هیچ قدرتی و هیچ اراده‌ای و هیچ اختیاری بر آنچه که در زندگی ما اتفاق میفته نداریم؟ و این مسئله جبر و اختیار، آیا انسان از خودش اختیاری داره یا همه چیز طبق همان قانون ازلی و ابدی خلقت که قوانین فیزیکی است، همه چیز تعیین شده است از قبل و من انسان هیچ اختیاری اراده‌ای بر آنچه که می‌گذرد توی زندگی ندارم؟ این یک مسئله از انسان از ابتدایی که خودش رو شناخته و اون دست به گریبان بوده در دنیای شرک، دنیای بت‌پرستی. به بت‌پرستان یاد داده بودند که بله، به خاطر اینکه بعضی از خدایان رو بشر نابود ساخته، آنها او را لعنت کردند و لعنت اونها لعنت ابدی است و انسان یک موجود بیچاره جبریه و هیچ اراده از خودش نداره، لعنت شده است. یا در هندویزم شما ببینید کرما، کرما یک صورتی است، یعنی خوب یا بد، شر و نکویی، خوشبختی و بدبختی، یک حالت چرخش در وجود انسان ها داره، یعنی از این انسان به انسان دیگر حلول میکنه و همون رو در انسان دیگر ادامه میده. ما چیزی را به نام قسمت میشناسیم، درست؟ قسمتش این بود، این طور شد، یعنی از خودش اراده ای نداشته. خیلی جالبه، در جنگ های شش روزه یک بدوی عرب بادیه نشین که در ارتش اسرائیل خدمت میکرده، روزی به افسرش میگه ببینم شما یهودی ها چیه، هر کس که بریز میشه یا یک سربازی زخمی میشه اینقدر هیجان زده میشید، اینقدر دنبالش میدوید و سعی میکنید اون رو درستش بکنید، مگر شما نمیدونید همه چیز از جانب الله، اگر الله بخواهد او زنده بماند زنده میماند، شما نباید هیچ کاری بکنید، اگر نخواهد اونم میمیره. نه نه، این تصوری چیه؟ تصوری که قسمتش توی زندگی این بوده که به این صورت در بیاد و به این صورت از دار دنیا بره یا زنده بمونه. البته در عصر علمم مسئله ای که وجود داره مسئله ژن هاست، میگویند ژن ها میتونن تأثیر زیادی بر شخصیت انسان دارن، تأثیرات محیطی است که بر شخصیت هر فرد دارن و کارهایی که میکنه کارهایی است که به ارث به او رسیده است.
یا تمام عواملی که در بدنش به وجود میان یک چیز جبریه، بخاطر که تو کی اون را دیکته میکنه؟ ژن‌هایی که پدر و مادر به ارث بردن. و جالب اینجاست اگر پدر و مادر همیشه ارثشون رو به بچه ها میدن، بعضی از بچه ها هستن که میگن آه اگر میبینی من موفق نیستم، اگر میبینی که من اعتماد به نفس ندارم، اگر میبینی که من در زندگی به این صورت همیشه دچار هیجان و افسردگی هستن، همش به خاطر پدر و مادرمه. به من بدرفتاری کردن یا ژن‌هاشون رو به من دادن. نه. بنابراین میبینیم اگر چنین فرزندی چنین حرفی رو بزنه، یعنی فرار از مسئولیت، فرار از این که خودش نتونسته یک زندگی متوازنی برای خودش انجام بده. در یهودیت ما اعتقادمون بر اینه که انسان یک موجودی است مخیر. انسان خودش اختیار داره چگونه زندگیش رو بسازه. در هر عملی، وقتی ما حرف از انتخاب و اختیار میزنیم، این نیست که من میخوام امروز بستنی نمیدونم شکلاتی بخورم یا بستنی ساده. نه، انتخاب ها از لحاظ اخلاقی زندگی ما، وقتی که انتخاب میکنیم اختیار دست ماست، هم میتونه اختیار خوب باشه، هم میتونه کارهای نیک باشه، هم میشه کارهای بد از لحاظ اخلاقی. در پاراشایی که فردا خواهیم خوند، پاراشت رئه، تورا در اولین آیه خود میدید بزرگترین سخن اختیاری بودن و گزینش انسان رو به ما یادآور میشه و میگه چنینه. خداوند میفرماید رئه آنوخی نوتن لیفرخم هیوم برخا اوکلالا. ببین، دقت کن، من امروز پیش روی تو یا پیش روی شما اول دومین فرد را مورد خطاب قرار میده، بعد میگه همه انسان ها. به طور هم تفاصیلی داره. اگر میگوید ببین، چرا اول میگه تو، بعدا میگه لیفرخم تمام شما؟ اگر دیدی در یک جامعه مردم اکثریت یک کاری را انجام میدن، تو نبایستی بگی چون اکثریت این کار را انجام میده بدون اینکه اختیاری از خودش داشته باشی دنبال اونها بری. بایستی تفکر بکنی، از خودت اراده داری، گزینش داری، میتونه راه خوب و بد را انتخاب بکنی. ولی تورا میگوید من دو راه در جلو راه برکت و زندگی را، راه لعنت رو. راه زندگی چی هست؟ میگه اگر از قوانینی که من به تو دادم، خداوند به انسان داده، و که زندگی درستی داشته باشه، هم از لحاظ روحانی هم از لحاظ جسمانی، اگر تابع و پیرو اونها باشی، بله، چیه؟ نکوییست، خوبیست. و اگر برعکس این باشه، اگر منحرف بشی از این قوانین، این قوانین اختیارش دست توه که بتونی راه بد رو انتخاب بکنی، آدمی باشی که از نیکویی دور باشی، شر رو انتخاب بکنی. هارمبام، این بزرگ مرد فلسفه، در هیلخوت شووا، یعنی در قوانینی که مربوط به توبه است، و ما در ماه ایلول که از روز شبات شروع بشه، در حقیقت ما خود رو یک ماه آماده میسازیم برای روش هشنا و کیپور، و هدف اصلی بیشتر این است، بازگشته. تشوبه یعنی بازگشت، از شوب بیاد. بعضی ها میگن توبه است، یعنی بازگشت به خود خیشتن، بازگشت به انسانیت انسان، بازگشت به خوبی ها، نکویی ها. اون اختیار در دست ماست. یک ماه فرصت برای بازگشت به نکویی. رمبان میگوید رشوت کل آدم نتونالو، یعنی هر کس این اختیار به او داده شده. این رسال حدو تصبول درخ توبا، اگر میخواهد در راه نکویی خوبی بره،
ولیات صدیق و انسان صدیق و پارسا و خوبی باشه اختیارش دست خودشه. و هر شد بیادو ایم لحدات از بر در خراعه، اگر میخواد راه بدی را انتخاب بکنه، تمایل به بدی یا شر داشته باشه، اختیار دست ما بره که راشا هر شد بیادو اختیار دست اونه. و این اختیار دست هر یک از ماست. و هرمبان میگوید چرا این اختیار به ما داده شده؟ فرق ما با سایر جاندارانی که تابع غریزه خود هستند و انتخابی ندارن، همینطور از وقتی که به دنیا میان تا از دنیا بیرن همون حالت رو دارن، تابع فقط غریزه خود هستند. چی هست؟ میگوید در کتاب برشید فصل سومه میگه هن ها آدم هایا که خد میمنو لدعت و ورا. نوع انسان در دنیا یکتاست، ویژه است. نوع دومی برای انسان وجود نداره که شبیه او باشه، چون انسان از طریق عقل، از طریق تفکر میدونه بدی و خوبی رو بشناسه، فرق بشون بذاره. و بعد خرمبام ادامه میده میگوید ببینید بعضی از آدمای نادان در میان جامعه ما و بعضی ملت‌های دیگر چنین تصور میکنن که بله، خداوند از ابتدای خلقت همه چیز را تعیین کرده، هر عمل ما رو، هر طریقی که، هر واقعی که در زندگی ما تعیین کرده، و این اشتباه است، قبول نداره اونو. میگه اختیار به دست انسانه. موجودی است انسان اختیاری و در موضع های مختلف، در موقعیت های مختلف، و انسان میتونه تصمیم بگیره راه حقیقت رو و راه نادرست رو. حالا خیلی قشنگ توصیف میکنه، میگه که ببین انسان ابتدا قبل از اینکه خطا بکنه، آدم اول، همه چیز براش روشن و شفاف بود، راه درست و بد رو خوب میدید. ولی بعد از خطا مقام او تنزل کرد و نیکی و بدی رو، شر و خیر رو به صورت یک حاله از ابر میدید. برابری مجبور بود که اختیار بکنه، گزینش بکنه، و در این گزینش پس اینقدر عاقل باشه که نیکی رو انتخاب بکنه. هرم سلوویچک یکی از بزرگترین رابهای ماست میگوید انسان در طول زندگی تابع دو چیزه، یکی تقدیر و دیگری سرنوشت. Faith and destiny. تقدیر چی هست؟ تولد ما تقدیره، به دست ما نیست، دیگران تصمیم میگیرن، خداوند هم نشانه را به ما میده و با دنیا میاییم. بعد از 120 سال انشاءالله وقتی که از دار دنیا کسی میره، اون هم تقدیره، اون هیچ کار نمیتونی بکنی. ولی بین این دو فاصله، چقدر به زبان فارسی زیبا، سرنوشت یعنی کسی که خودش مینویسه، تصمیماتی که میگیریم، کارهایی که میکنیم بستگی به ما داره. ما هستیم که اختیار داریم، ما هستیم که گزینش داریم، ما هستیم که انتخاب میکنیم چه راهی رو بریم، چه رو انسانی باشیم، چه ارتباطی با خدا و انسانها داشته باشیم، در مواقعی که بایستی انتخاب اخلاقی بکنیم چی را انتخاب بکنیم. جالب اینجاست یک مسئله دیگری هم که وجود داره به هر ابام جوابش میده اینه، میگوید خداوند زبان براش مطرح نیست، همه چیز رو میداند، همه حرکات ما رو، افکار ما رو میداند. بنابراین اگر خدا میدونه من فردا چه کار میکنم، چه میگویم، آیا من از خودم اراده ای دارم یا همون چیزی رو که خدا خواسته انجام میدم،
اگر اون آنچه که اون خواسته من انجام میدم یعنی چی؟ یعنی من از خودم اراده ای ندارم، اختیاری ندارم. رمبام جوابش اینه، میگه که خداوند از همه چیز با اطلاع میداند، ولی در قدرت اختیاری بودن تو، در گزینش تو دخالت نمیکنه. اینو با خودت بازگذار کرده. آدمی که متفکر، آدمی که تصمیم میگیره، آدمی که عقل و بینایی داره، بصیرت داره، کار به اون نداره. خدا میگه که من میدونم ولی دخالتی نمیکنم در انتخاب تو. تو قدرت اختیار داری که چه راهی را انتخاب بکنی، یه چیز خوب یا بد. ببینید، بزرگترین قدرت انسان همون آزادی اختیاری که خداوند بهش داده. ویکتور فرانکل که بسیار معروفه و ابداعگر یک روش جدید روانشناسیه، این بیچاره خودش در اردوگاه‌های مرگ نازی اسیر بوده و می نویسد در این اردوگاه‌هایی که معلوم نبود سرنوشت هر کس فردا چه خواهد بود، زندگی است یا مرگ، بعضی از این اسیران بیچاره بودند که می اومدن در راهروهایی که خارج از اتاقک‌های چوبی بود که ما می خوابیدیم، می اومدن مردم رو دلداری می دادن، به اونها قدرت مقاومت و استقامت می دادن که زندگی بکنن، و از اون جیره بسیار محدود خودشون نانشون رو به انسانهایی که ضعیفتر بودن می دادن که بخورن. و من می دیدم از انسان همه چیز رو می شه گرفت مگر اون آزادی اختیار، حتی در اردوگاه مرگ. بنابراین ره آنوخی نوتن لفتخم هیام برخا و کلالا، خداوند به ما قدرت اختیار و آزادی داده که خوبی رو، نکویی رو، نیکی کردن رو هم برای خود بخواهیم هم برای دیگران. راههایی را که انتخاب میکنیم راههای اخلاقی باشه. من نمیخوام متول بکنم این سخنها رو، ولی هارم ریسکین در شهر افراط سالها پیش تعریف میکنه که روزهای پنجشنبه وقتی که توی یشیوا درس میداده، یه روز پنجشنبه ببینه یک جوان، یک سرباز سیاه چرده قد بلند بیاد اونجا میشینه و به دقت به حرفاش گوش میده. میگه بعد از اون، بعد از درس رفتم جلویش گفتم تو کی هستی؟ چی هستی؟ گفت اسم من دانه، اهل نیوجریه هستم. و وقتی که در نیوجریه بودم عده ای از جوانهای اسرائیل می اومدن به ما کمک بکنن که آبیاری و جدید و کشاورزی و سایر چیزها، طب چرا به ما یاد بدن. که در یکی از این گروه ها عده ای بودن از بنی عکیوا، اینها آدم های مذهبی بودن. خیلی با اونها دوست شدم، کم کم علاقه بند شدم که تورا چی هست. من تورا دادن، تورا را خوندم، خیلی علاقه پیدا کردم. و بعد از اینکه اونها من رو ترک کردن، تصمیم گرفتم بیام اسرائیل. اومدم اسرائیل و رفتم باز هم توی یک یشیوا نشستم و علم تورا را یاد گرفتم، یهودی شدم. و گفتم خب من بایستی به این کشور خدمت بکنم. رفتم سربازی و میگه من خیلی تحت تأثیر این جوان قرار گرفتم. اون رو دعوتش کردم شبات بیاد خونه ما. آمد خونه ما و یک چیز دیگه به من گفت. گفت من تصمیم گرفتم اگر قرار دنیا رو بگه تیکون اولام اصلاح بکنم، من یک
سهم کوچکی از اون داشته باشم، یعنی اختیار کردم. میگه شبات من آوردمش، خیلی خوش گذشت به ما، دعوتش کردم شبات دیگه هم بیاد که با افراد خانواده خودم نشون بدم که یک نفر از نیجریه چه عشق و علاقه نسبت به کشور اسرائیل داره. ولی دان هرگز نیامد. چرا؟ در یک شبی که او پاسدار بوده، تک تیرانداز عرب تیری به قلب او میزنه و میمیره. او رو درست در هر هرسل، هر هرسل جاییست که تمام سربازهای که جانشون رو فدای کشور اسرائیل کردن اونها رو دفن میکنن، دان را در اونجا دفن میکنن. میگه من برای پدر مادرش تو نیوجریه نوشتم، ولی هیچ خبری از اونها نداشتم. میگه روز شبات وقتی که توی بعد از ظهر رفته بودم، خوابیده بودم، خانومان بعد منو تکون داد، بیدارم کرد، گفت ببین دو نفر اومدن اینجا میخوان تو رو ببینن، دو نفر مهمان اومدن، بلند شو. من بلند شدم رفتم، دیدم که یک مرد 50 ساله و یک خانم 30 چرده روی مبل ها نشستن. شبات شلوم کردم، احوالپرسی کردم. اینا گفتن ما پدر مادر دان هستیم، ما اومدیم اینجا بدونیم پسر ما چرا بلند شد اومد اینجا. همه دوستانش بهش گفته بودم چرا بلند میشی بری در مملکتی که خطرناکه، ممکنه جورت از دست بدی، چرا رفتی سرباز شدی؟ خب رفتی اونجا، چرا رفتی سرباز؟ میگه چرا سوال میکنن چرا پسر ما باشه اینطوری سرنوشتش به چنین باشه. میگه من 3 ساعت با اینها صحبت کردم، خداحافظی کردن و رفتن. میگه بعد 1 ساعت من یه تلفن از یه نفر گرفتم، گفت ببین ربای من پدر البته میگه من راجع به این که انسان بایستی زندگیشو بهتر بکنه، تیکون و لام بکنه و پسر تو تصمیم گرفته بود، ارادهش این بود، خواستش این بود که بیاد اینجا این کار رو بکنه. اینکه من بعد 1 سال تلفنی به من شد، پدر مادر دان بودن، گفتن ما اومدیم اینجا ساکن نتانیا هستیم، خانه خریدیم، میخواییم اومدیم اینجا بعد از اینکه اسرائیل شدیم میخواییم مزوزا بکوبیم، خنوکت بیت بکنیم، خونمون افتتاح بکنیم، میای ربای؟ که من رفتم دیدم اینا زن شوهره بلند شدن اومدن اینجا به خاطر حرفایی که زده بودن، به خاطر اون اعتقادی که پسر من پسرشون داشته. گفتم و من پرسیدم چرا ترک کردید خانوادتون رو، چرا مملکتتون رو، چرا همه رو؟ گفتن ها، به خاطر اینکه پسر ما تصمیم گرفته بود، اراده داشت که بیاد تیکون علام بکنه، دنیا رو بهتر بکنه، اصلاح بکنه. ما هم گفتیم ما بایستی پیرو به اون باشیم، اومدیم اینجا. خیلی زیباست. این داستان نیست، یک حقیقتی، داستان حقیقی است که اتفاق افتاده. برای نشون میده که انسان در هر موضع و موقعیتی میتونه تصمیم خوب بگیره، ارادهش با ماست. نگین خدا نخواست، نگین فلان موقعیت نذاش، فلان چیز نذاش، اراده و اختیار به دست ماست. امیدوارم همیشه به خاطر این قدرت چیزهایی رو بگذینیم، اختیار بکنیم، انتخاب بکنیم که در روال خیم، روال قوانین تورا فرامین خدا را خواهد بود. آمین. شبات شلوم.